السلام علیکم تماشابینان عزیز، به توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار در استودیو دلربا یوسف بکوه. در جلسه نوبتی نزد معاون رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان نظیره امیربکزاده با اشتراک معاون دیرکتور مؤسسه دولتی تاجیک فیلم محمد کریم صاحبزاده، فعالیت سینماگران مؤسسه دولتی در ولایت مورد تحلیل و بررسی قرار داده شده، بهر بهبودی کار توصیه های سودمند داده شدند. تفصیلات در این خصوص. نخست معاون دیرکتور مؤسسه دولتی تاجیک فیلم محمد کریم صاحبزاده از فعالیت مؤسسه ابراز اندیشه نموده اظهار داشت که دوران صاحب استقلالی مملکت جاده سینما آفرید رشد و نمو دارد. امروز سینماگران مؤسسه دولتی تاجیک فیلم بهترین فیلم نامه ها را روی نوار می آورند که در آزمون های بین المللی مقام شایسته پیدا نموده ایستادند. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان این مؤسسه سال 2019 فعالیتش را آغاز نموده، مقدار معینی فیلم های مستند و موسمی در این مکان به نوار گرفته شدند. سردار رئیسات مؤسسه دولتی تاجیک فیلم در ولایت ایران شو مبارک شایف بابت شرط و شرایط و فعالیت رئیسات معلومات منظور نموده، قید گردید که با در نظر داشت کمبودی تجهیزات لازمی رئیسات نقشه دارد فیلم های جشنی و مستند و موسمی را زیادتر با فراگیری صنعت رسم و رسوم و سنت های ملی تاجیکان کوهستان بنوار گیرد. گفته شد بدخشان مکان است که برای بنوار گرفتن فیلم طبیعت ناتکرار و جای های خاص دارد. از این رو کارمندان را می باید در رشد و نمو سمت سینما در ولایت مسئولیت دوچان نموده، موزه های تاریخی را آموخته، فیلم های تاریخی و حجتی را آماده نمایند. معاون دیرکتور مؤسسه دولتی تاجیک فیلم محمد کریم صاحبزاده پیشنهادات معاون رئیس ولایت را قابل عملی دانسته، مسئولان را وظیفه دار نمود که کمبودی های جای داشته را با همکاری طرفین تا مهلت معین برطرف سازند و ساحه سینمای بدخشان را رشد و رونق دهند. در جلسه وسیع نزد رئیس شهر خاروق در برابر مسائل دیگری مربوط به خواجگی مرکزی ولایت جریان آمادگی ها به جشن 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و وسعت کارهای سازندگی آبادانی مورد تحلیل و بررسی قرار داده شدند. در مشورت وسیع نزد رئیس شهر خاروق میرزاناباد علیشیر خدابردی اکثریت دعوت شدگان اشتراک نموده، از روی مسئله یکم مدیر شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه رئیس شهر خاروق رضا رحمت شویف برآمد نموده، یوسف بیکوف گنجینه و قلبیکوف نرام همچون سرمتخصص اوید به حقوق کودک مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خاروق، گلبیک و گلشود ایدربیکوف نرو همچون سرمتخصص شعبه کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خاروق و نورنج امیر حیدر نورنج را به وظیفه مدیر فعلی رقم 67 بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در شهر خاروق معرفی نمود. رئیس شهر از نام بردگان که به طریق گزارش برای کار و فعالیت در وظیفه های نو لایق دانسته شدند مسئولیت بلند و کردانی را تقاضا نمود. از روی مسئله دویم مدیر فعلی رقم 67 بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در شهر خاروق نورنج امیر حیدر در باره زیاد نمودن حجم صندوق قرضی سخن کرده ابراز نمود که در 5 2020 فیلیال به مبلغ زیاد از 1,805,000 سومانی قرض را به شهروندان پیشنهاد کرده است. در 5 ماه اول سال 2021 باشد به 178 نفر قرضگیران به مبلغ 2,626,000 سومانی قرض ها پیشنهاد گردیدند. بقیه صندوق قرضی فیلیال به حالت 31 مای سال 2021 مبلغ زیاد از 6 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. رئیس شهر خاروق بابت برطرف نمودن بعضی مشکلی های جای داشته از جمله نوبت زیاد آدمون نزد بانکمات ها تاکید بیان نمود. قید گردید که عین زمان بر اثر بیماری کرونا ویروس زیاد گردیدن تعداد آدمون نزد بانکمات ها از روی آداب و طلبات نبوده در این سمت چوره‌جویی کرده شود. رئیس شهر بابت بهتر نمودن کارهای فهماندهی بین مردم بهر دسترسی اهالی به خدمت رسانی این بانک تاکید ها بیان نمود. از روی مسئله سیوم جلسه در باره برنامه منطقوی اوید به عملی سازی لایحه های دولتی سرمایه گذاری اهمیت اجتماعی داشته بحر رشد استوار جماعت های محلی برای سالهای 2018-2022 مدیر بخش سرمایه گذاری و امبول دولتی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خاروق سارا آفریدایوه برآمد نموده قیدش که
مطابق این برنامه در حدود ولایت جهت تعمیر و ازنفسازی انشاءات ساحه‌های معارف و تندرستی، خطهای انتقال آب و برق، راه و پولها و دیگر انفراساختار اجتماعی محلی 49 عدد لایحه به نقشه گرفته شده است که از این شماره در شهر خاروغ نیز برخی از لایحه‌ها مورد عملی شوی قرار دارند. وابسته به این مسئله رئیس شهر خاروغ تقاضا داشت که در سمت جلب اهالی به گرند هم مخصوصا در سمت اجتماعی توجه بیشتر روانه کرده شود. هر یک مبلغ گرانت هدفمندانه استفاده برده شود. مسئله دیگری بررسی شده جلسه در باره تصدیق برنامه رشد فوتبال در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2015-2021 بوده، از روی آن میسره وزیربیکوه سرمتخصص بخش کار با جوانان و ورزش مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خاروغ برآمد نمود. قید گردید که فوتبال بازی جهانی محسوب یافته، یکی از سمت‌های شفق‌آور ورزش به شمار می‌رود. در شهر خاروغ بهر تقویت فوتبال خرد و رشد دیگر نمودهای ورزش، میدانچه‌های ورزشی در محله‌های خاروغ بالا، محله سیف‌الله عبدالله، محله تیم با طرح نوی زمانوی ساخته شده مورد بهره برداری مردم قرار گرفتند. در دوره تطبیق لایحه مساعدت به صلح و ثبات توسط انفراساختار مهم در شهر خاروغ، 6 میدانچه ورزشی در محله‌های تیرچید، گل‌آباد، اندرسیتیز، سلطان ولی، فرودگاه مورد استفاده قرار داده شدند. در مکتب ورزشی شهر خاروغ باشد چارگوری از شمار نورسان با این نمود ورزش فعالیت کرده استودند. بابت جلب جوانان به فوتبال و تأسیس تیم یگانه نیرومند برای مسئولین از جانب رئیس شهر سپارش ها داده شدند. ابراز گردید که این زمان تعمیر ورزشگاه مرکزی ادامه دارد که این نیز برای مشق بازی فوتبال کلای است. تاکید بر آن گردید که این زمان در شهر خاروغ بنیاد باز 7 میدانچه ورزشی با مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان دوام دارند که در عرفه 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می شوند. مسئله ایلوگی جلسه پیشنهادهای پرکراتوری شهر خاروغ اوید به برطرف نمودن قانون ویران کنی ها و سبب و شرایط های به آنها مساعدت کننده بود که وابسته به آنها معلومات پیشنهاد گردیده تحلیل ها بیان شدند. بهر برطرف نمودن کمبودی ها از جانب رهبریت شهر سپارش های قطعی داده شد. در انتهای جلسه از برکت و سعادت دوران صاحب استقلالی وطن ابراز سخن شده، بهر زیبا و آرا دادن کیچه های مرکزی، رشد کارهای آبادانی و سازندگی، دوچند نمودن زیباگی و تراوت خاروغ، در مجمع تغییر دادن سیموی مرکز ولایت تاکیدها بیان گردیدند. هیئت مشاوره مقامات پراکراتوره ولایت مختار کوهستان بدخشان مساله های نتیجه جنبسی فعالیت پراکراتوره ولایتی اوید به تامین ولایت قانون، تحکیم قانونیت، حمایه حقوق و آزادی های انسان و شهروند، پرزور نمودن مبارزه بر ضد جنایتکاری در نیم ساله اولی سال 2021 و نتیجه تحلیل و جنبسی فرمان پراکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان درباره پرزور نمودن نظارت پراکروری اوید به رعایت حقوق و آزادی های انسان و شهروند در جریان پیشبرد تحقیق، تفتیش پیشکی و با عمل برآوردن عدالت سودی در نیم ساله اولی سال 2021 مورد بررسی قرار گرفت. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش نوبتی. مجلس هیئت مشاوره را پراکرور ولایت مختار کوهستان بدخشان عارف‌زاده پرویز رستم افتتاح نموده قید نمود که پراکراتور ولایت فعالیت خود را در اساس دستور و سپارش های پرزیدنت مملکت، قرارهای هیئت مشاوره پراکراتور جنرالی جمهوری تاجیکستان و پراکراتور ولایت مختار کوهستان بدخشان براه مونده در نیم سال اول سال 2021 نسبت به همین دوره سال گذشته خوبتر فعالیت نموده در سمت علایده نظارت پراکروری با پیشروی ها نهیل گردیده است. وابسته به فرمان پراکراتور جنرالی جمهوری تاجیکستان درباره پرزور نمودن نظارت پراکروری اوید به رعایت حقوق آزادی های انسان و شهروند در جریان پیشبرد تحقیق، تفتیش پیشکی و به عمل برآوردن عدالت سودی یاردمچی کلون پراکرور ولایت امام‌علی‌زاده سنت‌الله برآمد نموده قید داشت که پراکراتور ولایت رعایت حقوق آزادی های انسان و شهروند را در جریان پیشبرد تحقیق، تفتیش پیشکی و به عمل برآوردن عدالت سودی یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک خود شمریده، در این سمت نظارت پراکروری به طور منتظم براه مونده شده است.
اینچنین دیگر کارمندان پراکتور شهری و ولایتی از فعالیت شعبه های در نایه ها بوده حسابات را منظور نمودند. در فرجام جلسه اجانب پراکرور ولایت عارفزاده پرویز رستم با پراکروران شهر و نایه ها، سرداران شعبه ها و مسئولین پراکتور ولایت برای بهتر نمودن فعالیت و گرفتن پیش روی هر گونه حقوق ویران کنی ها دستور سپارش های مشخص داده شده برای بهتر نمودن فعالیت در سمت تامین ولایت قانون، تحکیم قانونیت و ترتیبات حقوقی پیشنهادهای مشخص بیان گردیدند. جانفیدای در راه وطن و ملت تحت چنین عنوان با ابتکار کارمندان کتابخانه ولایتی به نام ابوعبدالله رودکی چوربینی بخشیده به 140 سالگی قهرمانی تاجیکستان نصرت الله مخصوم برگزار گردید. در رفته چوربینی اوید به فعالیت سیاسی سهم نصرت الله مخصوم در تشکل جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان معروضه ها منظور گردیدند. نصرت الله مخصوم یکی از پایه‌گذاران ساختار دولتداری تاجیکان در دوران اتحاد شوروی به حساب می‌رود. کوشش و تلاش های او پیش از همه در تشکل جمهوری تاجیکستان معین گردیدن مرز و بوم امروزه آن و شناخت ملت تاجیک روانه گردیده بود. برای گرامی داشت حیات و فعالیت قهرمان ملت در کتابخانه ولایتی چوربینی تحت عنوان جانفدای در راه وطن و ملت دایر گردید. گفته شد که در وضعیت نهایت حساس و مشکل در صف اولین فرزندان سرسپرده خلق تاجیک با مبارزه برخواستن نصرت الله مخصوم نشانه وطندوست و میهن‌پرست اصیل بودنی او می باشد. محض عملهای ابرمردانه این فرزند فرزانه ملت نام نیک او را ابدا در خاطره ملت تاجیک زنده نگاه می دارد. از اینجاست که با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 27 ایون سال 2006 نصرت الله مخصوم با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان سزاوار گردید. در چوربینی کماندان اوید فعالیت زندگی این ابرمرد ملت خانونی کردند. باید قطع نیم که نصرت الله مخصوم یکی از فرزندان خلق تاجیک بود که توانیست در دوره روبری خود دولت تاجیکان را به پیش برد. باید قطع کنم که با ابتکار روبری نصرت الله مخصوم سالهای 28 تا 30 و توانیست که تمام آن گریزه هایی که به دولت های خارج گریزه بودند به خاک تاجیکستان برگرداند. امروز خلق تاجیک نام این قهرمانان را هیچگاه فراموش نمی کند. در جریان چوربینی قید گردید که نصرت الله مخصوم یکی از سیاستمداران پیش آهنگ در ظرف 8 سال سروری توانست فراریان را به خاک سرزمین برگردانده مستقلیت جمهوری را پایدار نماید. هرچند برای عملی نمودن آرزوهای دیرینه خلق تاجیک نصرت الله مخصوم جان خود را از دست داده باشد هم، ولی سهم این ابرمرد و جانفدایی های هزاران فرزندان فرزانه ملت جمهوری تاجیکستان را از نفسامون داده ملت تاجیک به هم سرجم آمد. نوابسته از جهد و تلاش های علمان دنیا کسلی سرایتی نوی کووید 19 بیشتر به شکل نمودهای نو پیدا گردیده باعث سرایتیابی آدمان گردیده استاده است. کارمندان خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات ولایت در ترمینال های مسافربری ناحیه های روشقلا و اشکاشیم کارهای فهموندهی را راه اندازی نموده در برابر این نقاب های استفاده بری یک کارتا را رایگان و ورقه های اطلاعاتی را تقسیم نمودند. کارمندان خدمات دولتی تنظیم در ساحه نقلیات ولایت بر پیشگیری نمودن خروج بیماری کووید 19 در ترمینال های مسافرکشانی ناحیه های روشقلا و اشکاشیم کارهای فهماندهی را به راه مانده برای رانندگان و مسافران نقاب ها و ورقه های اطلاعاتی عاید پیشگیری بیماری کووید 19 تقسیم نمودند. ما کارمندان خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات با کارمندان سیس ولایت و شهر برای پیشگیری کسلی کووید 19 برای در ترمینال های شهر برای مسافران و رانندگان کارهای فهماندهی گذراندیم. هر یک شهروند باید و راننده باید حتما نقاب داشته باشد و فاصله را رعایت کند. مقصد از گذرانیدن کارهای فهماندهی بین اهالی این تامین صحتی عامه به حساب می رود. متخصصان ساحه طب بر آن عقیدند که پیشگیری هر یک بیماری از سبابت آن آسانتر می باشد. یکی از راه های اساسی که از طرف طبیبان پیشنهاد شده است این رعایت فاصله اجتماعی، پوشیدن نقاب، استفاده مواد های ضد بیماری به حساب می رود. ساکنان با نقاب تامین گردیده با کارمندان بحر دسترسی آن مینداری را بیان نمودند. رانندگان سیر نویه اشکاشیم شهر خروق از طرف خدمات نقلیات با این نقاب تامین کرده شدند. کارهای فهماندهی گذراندند برای با مقصد پیشگیری کردن کسلی کووید 19 از صحبتهاشون گذراندند. کارهای فهماندهی
минадори хуро баён мекунем. Риояи қоидаҳои беҳдоштӣ омили муҳимтарини пешгирии сироятёбӣ аз касалиҳои сироятӣ ба ҳисоб рафта, кормандони соҳаи ҳифзулсиҳат риояи қатъии онҳоро аз ҳар як шаҳрванд баъди сиҳатии дигарон тавсия медиҳанд. چون دیگر هنرمندان شهر و نواحی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان اهل هنری دهه خیدرجیف ناحیه روشقلا بهر تطبیق اقدام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مورد احیا و رشد هنرهای مردمی کارهای نظررس را به انجام رساندند. این است که مسئول دست آنها در نمایشهای هنرهای مردمی مقام شایسته دارد. بانوان هنرمند دهه خیدرجیف ناحیه روشقلا ولایت مختاری کوهستان بدخشان به خاطر احیای هنرهای مردمی رشد هنرهای بافندگی و دوزندگی پیوسته کوشش به خرج میدهند. در اینجا جوان دختران و بانوان بشغل تدر نمایی بانوان صاحبکسب و صاحب استعداد جمع آمده با نازکه های هنرمندی از نزدیک شناس میگردند. با اعلان گردیدن سال رشد دهه سیاهی و هنرهای مردمی هنرمندان تمام منطقه های ولایت مختاری کوهستان بدخشان امکانیت پیدا نمودند تا مهارت بلند هنرآفری خود را نشان داده قدیم ترین عرف و عادت باشندگان کوهستان بدخشان را از نو احیا نمایند. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در پیام خود صلح 2019-21 را صلح رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان نمود. ما از این اقدام های نیک خیلی منت پذیریم و با اقدام شغل حولی ولایت و ناحیه آموزش کورسوی هنرهای مردمی را تشکیل نمودیم و با این آموزش جوان دختران و زنان خانه‌نشین را جلب نمودیم. در این آموزش ما جوان دختران را با هنرهای قدیمه مردمی شناس نمودیم تا که این هنرهای مردمی قدیمه ما از بین نروند. از جانب بانوان هنرمند در این دهات هنرهایی که زمانی به گوشه فراموشی رفته بودند زینو احیا گردیده نسل سازنده نازکه‌های هنر را صیقل داده ایستاده است. امروز هنرمندان محصولات را از حساب پشم و موینه بز و گوسفند استفاده نموده هر گونه جوراب‌های محلی را آماده می‌نمایند که خریداران زیاد دارند. در برابر این زنان دختران چیره‌دست به دوختن تاقی‌های بدخشانی و لباس‌های ملی نیز شغل می‌ورزند. سال‌های 2019-2021 از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان سالهای رشد دهات و سیاحی اعلان نمودند و ما جوانان تلاش برام میکنیم که در یک جایگی با کلان سالان نشسته هنرهای مردمی را از خود کنیم تا که هنرهای قدیمه ملی امون از بین نروند. بانوان چیره‌دست جماعت قربانشاه گدالی و ناحیه روشقلا هنرهای ملی را به جوان دختران خردسال نیز تعلیم میدهند. من زلفیه صیاد خواننده صنف نو مکتب همگانی رقم نو به نام شیرین بنیاد میباشم. چنانه که به همه ما معلوم است از سال 2019 تا سال 2021 با فرمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سالهای رشد دهات رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید و در قشلاق خرد ما که خیدرجیف نام دارد هنرهای مردمی بسیار رونق یافتهاند و ما دختران خردسال و نورسان از کلانسالها هنرهای مردمی قدیم را یاد میگیریم. من خودم در آزمونای بسیار به مثال مازادگان استقلال چکن بافی بهترین، بافنده بهترین، دوزنده بهترین، تعمل پذیری نشانی خیرد، گل آی خودروی و دیگران اشتراک کرده تا دوری جمهوریوی در دوشنبه راحت گرفتم. سوار جای افتخاری گردیدم. اقدام پیشوای محظم ملت محترم امام علی رحمان جهت احیای هنرهای مردمی و هنرهای ملی مساعدت نموده جوان دختران امروز توسط هنرآموزی بهترین نمونه های هنرها را به نسل های آینده همچون زنجیر ناگستنی ادامه میدهند. بینندگان گرامی اکنون توجه نمایید به مضمون یک چند اعلان. خدمات آخون اوید به تندرستی در تاجیکستان همشیره ها و مومودایه های با تجربه را که می خواهند تحصیل را در یکی از دانشگاه های با نفوذ دوام دهند برای اشتراک در برنامه آموزشی 9 ماهه در دانشگاه آخون قراچی پاکستان دعوت می نماید. هنگام آموزش اشتراک کنندگان دانش و ملکه های عملی خود را در ساحه نگاهبینی همشیرگی مومودایگی تکمیل خواهند داد. طلبات ها برای اشتراک
اشتراک چونینند دیپلم شهادتنامه در صحه همشیرگی یا ممودایگی تجربه کاری نکم از 5 سال داشتن ملکه ابتدایی زبان انگلیسی 39 سال تا 35 سال نامزدهای انتخاب شده پیش از اشتراک در آموزش شهر قراچی از کورس‌های آموزش زبان انگلیسی در مکتب تحصیلات کسبی و دوامدار خواهند گذشت از داوطلبان خواهش کرده می شود که ترجمه حال و نسخه دیپلم را با پوچه الکترونی خیرینه نقطه خدا داده و سکچه اکدن نقطه آر تا سنه 10 ایولی سال 2021 یا پیش از آن ارسال نمایند. خدمات آخون اوید با تندرستی در تاجیکستان برای اشتراک در کورس کوتاه مدت 4 هفته اینه دانشگاه آخون شهر قراچی دایر به سلامتی روحی آزمون اعلام می نماید. داوطلبان باید درجه بکالور در صحه تندرستی و تجربه کاری همچون کارمندان کلینیکی اجتماعی، مشاوران، همشیره های شفقت، طبیبان تیب اویلوی همشیره ها داشته باشند. طلبات برای اشتراک داران داشتن دیپلم یا شهادتنامه دانشگاهی اعتراف شده در صحه تندرستی یا یگان صحه مربوطه تجربه کاری نکم از 5 سال در صحه تندرستی داشتن ملکه ابتدایی زبان انگلیسی 39 سال تا 35 سال نامزدهای انتخاب شده پیش از اشتراک در آموزش شهر قراچی از کورس‌های زبان انگلیسی در مکتب تحصیلات کسبی و دوامدار خواهند گذشت از داوطلبان خواهش کرده می شود که ترجمه حال و یا نسخه دیپلم را با پوچه الکترونی خیرینه نقطه خدا داده و سکچه اکدن نقطه آرگ تا سنه 10 ایولی سال 2021 یا پیش از آن ارسال نمایند. اگر خواهی زبان گفتگوی انگلیسی را انکشاف دهید و با زبان انگلیسی آزادانه معاشرت نماید، به سپیکینگ کلابی مرکزی تعلیمی جمهوریوی لوگوس مراجعت نماید. مشغولیت ها از طرف رضاکار بسانی خیران بررسی کرده می شود. برای معلومات ایلوگی با تلفن های 93-703-2020 یا 51-124-48-42 مراجعت نماید. سنه 10 ایول غالب شاو آزمون آسیای مرکزی در طلب استعداد یکی از آوازخانان جوان موفق چهارشنبه علاواتف برنامه جدید کنسرتی را در تئاتر موسیقی مسحکوی به نام مهربان نظرف منظور می نمایند. درخواست چیپته ها را با رقم های تلفن ها 88-088-559-00-005-95-76 در تماس باشید. معلومات درباره آب و هوا مطابق پیشگویی های آب و هواشناسان 3 ایول در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای کم ابر در بعضی ناحیه ها تغییر یابنده اساسا به بارش پیشگویی شده تنها در بعضی منطقه های شرقی ولایت بارشات سست باران به عمل می آید حرارت هوا در غربی ولایت شبانه از 9 تا 14 درجه و روزانه از 27 تا 32 درجه گرم خواهد شد هوا در شرقی ولایت باشد از 0 تا 5 درجه و روزانه از 11 تا 16 درجه گرم شود. در شهر خورو هوای کم ابر در بعضی حالات ها تغییر یابنده اساسا به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا شبانه از 10 تا 12 درجه و روزانه از 29 تا 31 درجه گرم خواهد شد. بینندگان گرامی چونین بودن آن خبر و گزارش هایی که تا این ساعت دسترسی ما گردیدند تنسیت و خانه آباد باشید.